شما از ابتذال پیروی میکنی چون هنرت ته کشیده. حالا اینجا این وسط هر کی میخواد به خودش بگیره، خودش میدونه و خوشگلیاش. با هم دیگه دوتایی، دوتا مرد یا دوتا زن، یا زن اومد جلو هم دیگه. سلام به بروبکس دوست داشتنی، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی اخیر در خدمت شمایی. مصاحبه پوتک با دختر تنفروش مشکل ساز شد. حمله شدید رسانه ها و مردم به پوتک، درگیری شدید پوتک با وانتون و چند خبر دیگه از رپ فارسی. امروز هم اومدیم این قضیه ها رو با هم دیگه دنبال کنیم، پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. راستی برای بکس اون زنگوله رو یادتون نره بزنین تا بتونین اولین نفر از اخبار و حواشی ها با خبر بشین. پوتک میگه میخواد اسپانسر چند تا فیت خیلی بوم و عجیب تو رپ فارسی بشه. بچه تو اینستام استوری گذاشتم، حتما اونجا بنویسید دوست داری چه فیت انجام شه. تا الان چند تاشو صحبت کردم، فعلاً خیلی هاش تا 70% پیش رفت. و اینکه چنل های رپی هم حتما پیشنهادات خوشونه تو چنل هاشون بنویسن، چک میکنم. فیت های نشدنی بگید، فیت هایی که تا حالا انجام نشده. خیلی هم نرید تو فیت های رویایی، چون بعضی فیت ها کلن غیر قابل شده، ولی فیت هایی که تا حالا انجام نشده و فهم میکنید جذابه. صحبت های جدید سامان ویلسون درباره سبک موزیک پاپ در ایران. اینا که میگن رپ خیلی پوچه و نمیدونم مفهوم نداره و فلان، اینا جوکن واقعا، یا گوش نمیکنن. چون به خاطر اینکه قدیما رو که گوش میکنی دل و دلبری بوده و دیگه ناز و کرشمه، مثلا این میزنه و میرخصه با هم دیگه، دوتایی دوتا مرد یا دوتا زن، یا زن اومد جلو هم دیگه. بعدش هم که شد حالت دیسلاف که دیگه نمیخوام تو برو گم شو فلان، همش یه رابطه دو نفره. تنها موزیکی که اتفاقا راجع به این چیزا حرف میزنه، تازه بازم نصفش راجع به اینه، ولی بعضی آهنگاش راجع به این چیزا نیست، همین رپ دیگه. چهار تا چیز دل به درد بخورم واسش هست، وگرنه که دیوونه و بارون این دوتا کلمه رو الان در بیاری از تو ادبیات کار پاپ لنگ میمونه. همین الان عین 5 و 10 و تو ورقا در بیاری کسی استرایت نمیشه، اونجوریه. یعنی این دوتا کلمه رو در بیاری همشون موندن. پوتک وزیر و تونی وانجی یه دیسترک پخش میکنن. پوتک تو موزیک لاتیشو پر میکنه. حالا خیلیا میگن این دیس پوتک به کوروش و آرتاست. بعدش آرتا میگیره روی پوتک. یه میکنی این همه فلکس برای یوتیوبت، سورپرایز چنلت اکسمه کتوله. و گندم در جواب میگه که واکنش پوتکم به این قضیه در ادامه ویدیو میبینیم. جون ببینیم گل میندازی لپو، میکنی کپو، میام با بلی مثل نپو، کل پپو ارزونی نمیارزی چی پی، قد سی پی هر روزم خواهی مال یکی پی بینی کی پی. بچه ها چطوری؟ امیدوارم که تا اینجا با ترک عصبی حشری حال کرده باشید. فقط خواستم بگم که این ترک دیس ترک به شخص خاصی نیست، اصلا دیس نیست، کلن فقط خیلی گنگ موزیک. حالا اینجا این وسط هر کی میخواد به خودش بگیره، خودش میدونه و خوشگلیاش. مثل همیشه از من حمایت کنین، کلی دوستتون دارم. جدیدن کلی شرکت و افراد اومدن برای نقد کردن درآمد یوتیوبرهای تازه کار، که بهتون میگن درصد کمی ازتون میگیریم و بعد از بستن قرارداد میفهمید که سرتون کلا رفته و به بهونه های عجیب نصف درآمدتون نیستش. پیشنهاد تیم ما اینه که با اندروپی کار کنید، چون هم پشتیبانی قوی داره و حتی میتونه تو محافظت از محتوا کمکتون کنه و همچنین قراردادهای شفاف و درستی داره که با خیال راحت میتونید باشون کار کنید. حالا پوتک یکی دو روز پیش ویدیو منتشر میکنه از یه دختری که عکس و فیلمای لختی خودش رو میفروشه. اسم برنامه‌ای هم که توش کار میکنه رو نمیشه بیاریم. چطورید بچه‌ها؟ ببخشید من خواب بودم. بچه‌ها ویدیو امروز مثبت 18، اصلا زیر 18 رو نبیدم به هیچ وجه. و اینکه بستم بشن فقط کانتای بالای 18 سال میتونم ببینم. 24 ساعت با یانسکار یه مسابقه خفن، اونایی که بالای 18 رو دست ندن. عشقت بچه ویدیو اومد بالا، تبلیغ منفی یا غلط نمی کنم که برید برعکس ببینید. تو این ویدیو کسی لخ نمیشه، اتفاق خاصی نمیفته، ولی ویدیو مثبت 18، چون حرفایی توی زده میشن که به درد سنین پایین نمیخوره. کلا افرادی هم که زیر 18 نمیتونن ویدیو رو ببینن، قفله. فقط باید بالای 18 سال باشی بتونید ببینید. این از این. گفتم اینو تو وایس هم بگم بچه‌ها، حالا خارج از هر مسئله و بیفی یا هر چیز دیگه ای، این آهنگ خیلی قدیمیه. من قبلا هم گفته بودم که من تا امیری هیچ ترکی ندارم، من قبلشه. و
واسه همه رپرها احترام قائلم و هیچ وقتم تو دیسام از یه سنی به بعد هیچ وقت نمیام خوش این آموزی بکنم. ترک گنگه و به هیچ رپری و هیچ شخص خاصی هم دیس ندادم. همه تونه دوست دارم، دوست دارید باید ویدیو رو ببینید، ولی بازم میگم مثبت 18. جالبه که این دختر میگه من به خاطر شعار زن زندگی آزادی شروع به این کار کردم و همین باعث شده مردم خیلی عصبانی بشن. با اینکه پوتک تو اون برنامه ضد اکثر حرفای این دختر بود، ولی بازم از سمت رسانه ها و مردم هیت خیلی شدیدی گرفته. یکی از رسانه ها میگه که جناب پوری عرب، شما بارها ثابت کردین که پای عمل میاد در میون حرفا میشن سرنگون، پس در نتیجه ما روی حرفای شما حساب باز نمی کنیم. مخاطبین شما افراد نوجوانی هستند که در سن حساسی به سر میبرند و محتوای کانال یوتیوب شما روی خلق و خو و نحو تفکر این افراد تأثیر میذاره. شما از ابتذال پیروی میکنی چون هنرت ته کشیده. تولید محتوایی که پوتک داخل یوتیوب میکنه واقعا آسیب جدی میزنه به روان و آینده طرفداراش. من به شخصه دیگه پوتک رو جز خانواده هیپاپی نمیدونم و رفت کنار کسایی که دیگه ازش پست نمیرم. این شخص دروغگو و عوام فریبی که برای ویو دست به هر کاری میزنه دیگه تو رسانه من جایی نداره. تو ویدیوهای یوتیوبت میگفتی که هر کسی ایده خوب بده برای ویدیوهای بعدی 20% از درآمدی که از ویدیوهات به دست میاد رو بهشون میدی، که ندادی و میخواستی فقط کامنتات زیاد بشه، ویوت بره بالا که پول خوبی به دست بیاد. یه زمان هم قرار بود به این بچه و خونوادش کمک کنی. چی شد؟ ویوتو گرفتی ولش کردی؟ عوام فریب گفته بودی که کسایی که آلبوم رو به بالاترین قیمت بخرن رو میبری پیش خودت. چی شد؟ متاسفم که فقط تو فکر چاپیدن جیب مردمی. ایشون حتی از همسرش استفاده ابزاری میکرد برای فروختن آلبومش. کلی هم از دخترها و زنها تو ویدیوش استفاده میکرد برای ویو. قرار بود برای مردم خوزستان منبع آب بزنی و به مردم کمک کنی. چی شد؟ استارلینک چی شد؟ با سایت شرط بندی هم که قبلا زده بودی کلی مردم رو چاپیدی. نتونستم دیگه سکوت کنم و بذارم تو از سادگی هموطنه گلم استفاده کنی. من سالهاست جلوی تو و امثال تو وایسادم و خواهم ایستاد. این تالنت هایی هم که معرفی میکنی و موزیک ویدیوهاشون رو بعضا از یوتیوبت پخش میکنی هم برای ویو و پوله. نقش بازی نکن و ادای آدم خوبا رو در نیار. دستا یه روز خسته میشن و نقابا زمین میفتن. ماه پشت ابر نمیمونه مشتی. دیروز یکی از رسانه ها گفت پوتک این پست رو ببینه تو پیج میگرده یکی از پستاتو کپی رایت میزنه و تو پیجت به کل نابود میشه. گفتم فدای سر مخاطبان و فرهنگ هیپ هاپ. هزار بار بسته شه 1001 بار باز پست میذاری، اما شرف و اعتبار رو با هیچ چیز عوض نمیکنی. جالبه که چند تا رسانه دیگه هم همچین کاری کردن و پوتکو تحریم کردن و مردمم از این کار حمایت میکنن. نظر شما چیه؟